سرخط خبرها. جستجو برای یافتن سرنشینان مفقود شده یک قایق پناهجویان ایرانی که در کانال مانش سرنگون شد. 4 قربانی حادثه اعضای یک خانواده سردشتی بودند. افزایش آمار رسمی قربانیان روزانه کرونا در ایران به 415 نفر. رئیس مجلس هم مبتلا شد. گرانی شدید روغن نباتی در ایران. گمرک میگوید علتش دپوی هزاران تن روغن خام به خاطر مشکلات ارزی است. و شیوع کرونا در اردوگاه آوارگان جنگ سوریه. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. نهادهای حامی پناهجویان گفتند که مرگ 4 عضو یک خانواده ایرانی بر اثر غرق شدن قایق آنها در کانال مانش باید زنگ هشدار را برای سیاستمداران در فرانسه و بریتانیا به صدا درآورد. یک نوزاد این خانواده سردشتی هم ناپدید شده. جستجو برای یافتن او و یک فرد دیگر در آب‌های شمال فرانسه ادامه دارد. 15 نفر از سرنشینان این قایق در فرانسه به بیمارستان منتقل شدند. سیاوش اردلان از ماجرای عبور پرخطر پناهجویان به امید رسیدن به سواحل بریتانیا میگوید. هیچ تصویری از سرنشینان نگونبختی که در این آبها غرق شدند وجود ندارد. این تصاویر هم آرشیوی هستند از پناهجویانی که خوششانس‌تر بودند، اما برای یک مرد و زن ایرانی و 3 کودک آنها این پایان راه بود. 15 سرنشین دیگر قایق نجات داده شدند، اما هر 4 قربانی و 1 نوزاد مفقود الاثر همه از یک خانواده بودند. خانواده ایران نژاد. نام همسر و پدر رسول، اهل سردش در کردستان ایران. حکایت رسول و خانوادهش و آنچه زندگی آنها را در آبهای فرانسه پایان داد هنوز روشن نیست. همینقدر می دانیم که آنها هم یکی از هزاران نفری بودند که به امید یک زندگی بهتر در سرزمینی دیگر دل به دریا می زنند. ولی دریایی که رسول و خانواده‌اش را طعمه خود کرد متلاطم بود و قایقی که آنها را به مقصد سواحل انگلستان می‌برد نه چندان مطمئن. تا اونجایی که من فهمیدم اونا 7 کیلومتر با ساحل فاصله داشتن، ولی اصلا نمی‌فهمم چرا این قایق که یک قایق عادی ماهیگیری بود توی آب برگشت. نجات یافتگان احتمالاً بعداً لحظات وحشت‌آور واژگونی قایق را شرح خواهند داد و شاید هم توضیح دهند که چرا هر 4 همراه جانباخته آنها و نوزادی که هنوز یافت نشده از یک خانواده بودند. از اول امسال حدود 7400 پناهجو از این آبها عبور کردند و خود را به سواحل انگلستان رساندند. حداقل 2 نفر هم در این راه جان خود را از دست دادند. اما رخداد دیروز بزرگترین فاجعه پناهجویی در این آبهاست. نخست وزیر بریتانیا پیام همدردی فرستاد و گفت مشکل و مقصر اصلی قاچاقچیان انسان هستند، کسانی که برای دریافت پول پناهجویان را به دام خطر و گاهی به کام مرگ می‌کشانند. اواسط سال گذشته تعداد پناهجویانی که کوشیدند خود را در یک مقطع 3 ماهه به سواحل انگلستان برسانند از 600 نفر تجاوز نمی‌کرد، اما این رقم در دوره مشابه امسال سر به هزاران نفر می‌زند. دولت بریتانیا نمی‌خواهد بمانند استرالیا در یک دوره‌ای با اخبار ناگوار کسانی مواجه شوند که می‌کوشند خود را به این کشور برسانند. از این رو گفته شده که مانند استرالیا قصد دارد پناهجویان را به جای نگهداری در خاک بریتانیا به 2 جزیره دوردست در اقیانوس اطلس بفرستد. راه حل‌های زیادی برای جلوگیری از فجایعی مانند آنچه دیروز رخ داد پیشنهاد شده. هیچ راه حل ایده‌آلی وجود ندارد. برای رسول و خانواده‌اش هم که همه چیز تمام شده، هیچ راه حلی وجود ندارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. همکارم ژیار گل از لندن به ما پیوسته. ژیار، تو با برادر کسی که خانواده‌اش رو در این حادثه از دست داده، از خانواده‌ای که سردشتی بودند اصالتاً صحبت کردی. کمی به اون بگو که چه گفته از در مورد اون چه که به اونها گذشته. خب مجید، اونا دقیقاً دیشب هولوحش ساعت 11 خبردار میشن که یک خانواده به هر حال غرق شدن بین فرانسه و بریتانیا. اونا
با کسایی که در ارتباط بودن، یکی از همشهریاشون که ایشون من باهاش صحبت کردم تو دانکرک هستش، اینا 6 نفر بودن در 17 ماه بعد ها مرداد ما با اونا سفر کردن و با هم اومدن، در حقیقت رفتن ترکیه، از ترکیه با فری رفتن ایتالیا، نفری 8000 یورو دادن و بعد از اینجا به فرانسه، 1 ماه بوده فرانسه بودن. چیزی که اونا میگفتن ما تماسی که داشتیم با اونا، ظاهرا از قاچاقچی ها شنیدن که این خانواده غرق شدن، اما 4 جنازه در بیمارستان دانکرک هستش، هنوز سرنوشت پسر 15 ماهشون آرتین مشخص نیست که ایشون واقعا پیدا شده یا نه، در دریا گم شده. من تونستم با این شخصی هم که با اونا از سردشت از کردستان ایران به اروپا سفر کرده بود که در دانکرک هستش، با اون هم تماسی داشتم و ازش پرسیدم، گفت من جلوی در بیمارستان هستم به خاطر اینکه اعضای درجه که خانواده نیستم، نه اجازه به من ندادن که برم این جنازه ها رو شناسایی کنم، اما گفت من از افرادی که با اونا بودن و از خود قاچاقچی ها شنیدن که اون خانواده بودن و ظاهرا گفت دیشب هم اونجا بوده، اینا میخواستن بره. این گفت که من به خاطر وضعیت بد هوا جو ترسیدم و سوار قایق نشدم، ولی اونا حدود 23 نفر بودن که سوار این قایق شدن و به طرف بریتانیا راه افتادن. صحبت دیگه هم که من با خانواده داشتم، اونا هم بسیار نگران بودن به خاطر اینکه به هر حال میشد صدای گریه و شیون و زاری رو هم پشت تلفن شنید وقتی که باهاشون صحبت میکردم. اونا هم دقیقا نمیدونن که به هر حال جنازه رو ندیدن یا حداقل به کسی که اونا رو میشناسه اجازه ندادن برن جنازه ها رو شناسایی کنن که برای اینها مسلم بشه که واقعا خانواده اونا هستن. اما تمام شنیده ها و شواهد نشون میده که این خانواده آقای رسول ایران نژاد بوده با 3 فرزندش و همسرش و هنوز هم پسر 15 ماهش پیدا نشده، مشخص نیست زنده است یا در دریا غرق شده اون هم. ممنونم از جیار گل همکارم از لندن. وزارت بهداشت ایران از مرگ 415 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده که بی سابقه است. بنابر آمار رسمی در 24 ساعت گذشته همچنین بیش از 6800 بیمار جدید شناسایی شده. 27 استان از 31 استان ایران از جمله تهران همچنان از نظر شیوع ویروس کرونا در حالت قرمز هستند. از احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم برلین پرسیدم دلیل افزایش آمار قربانیان کرونا در ایران و شدت یافتن همه گیری چه بوده؟ پیش بینی میشد که به هر حال در آبان ماه تعداد جان باختگان کرونا به حدود 500 نفر و یا 600 نفر برسه و برخی از پزشکان یا مقامات بهداشتی این موضوع رو بیان کرده بودند. البته اگر مبنا سخنان اعضای شورای شهر تهران باشه که به هر حال بیش از نیمی از جان باختگان مربوط به این شهر هست، همچنان تعداد آمار جان باختگان بیش از میزانی هست که توسط وزارت بهداشت اعلام میکنه و محسن هاشمی رئیس شورای شهر اعلام کرده که به هر حال آماری که اعضای شورا از بهشت زهرا دارن آمار دقیق‌تری هست و بیش از اون تعداد واقعی هست، اما تفاوتش با آمار واقعی تا حدودی کاهش پیدا کرده. یکی از دلایلش هم این هست که به هر حال هم دولت ملاحظات کمتری داره برای اعلام آمار و همینطور اینکه سیاستش عوض شده. به هر حال در ماهای ابتدایی موضوع انتخابات و بعد از اون موضوع محرم، ماه رمضان یا مراسم‌های مذهبی مشابه باعث می‌شد که دولت تا حدودی ملاحظات خاصی داشته باشه. همینطور به هر حال روش‌هایی که داشتن در روزهای ابتدایی و اینکه به هر حال از تعدادی از افراد جان باخته تست گرفته نمی‌شد هم در این موضوع تأثیر داشت، اما الان به هر حال با افزایش شدید جان باختگان تا حدودی آمار واقعی‌تر هست، اما هنوز به هر حال با اون آمار واقعی میشه گفت که فاصله داره. در خبرها که میخوندیم میدونیم که حالا محمد باقر قالیباف هم مبتلا شده به کرونا، حداقل اینطور که گفته میشه. در خبرها آیا میبینید که طرح جدیدی یا مثلا عملا بسته شدن کشور به نوعی یا برخی شهرها مد نظر باشه برای مهار کرونا، یا قرار هست با همین سیاست پیش بریم؟ دولت فعلا هیچ برنامه جدی برای این موضوع نداره، مگر اینکه به هر حال یک اتفاقات خیلی شدیدتری از این بیفته و میشه گفت حتی تا حدودی برای رقم‌های بالاتر هم خودشون رو آماده کردن.
اعضای شورای شهر تهران اعلام کردن که پیشنهاد تعطیلی دو هفته کلان شهرها رو دادن، اما دلیل اصلی مخالفت دولت موضوعات اقتصادی هست و دولت عملا نمیتونه یا نمیخواد که به هر حال اون هزینه تعطیلی کسب و کارها رو بپردازه. از سوی دیگه وزیر بهداشت در دیدار با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس هم اعلام کرده که عملا بخش‌های اقتصادی به کمک بخش درمان نیومدن و اون انتظاراتی که بخش درمان داشته تأمین نشده. از این جهت فعلا نمیشه انتظار خیلی اقدام خاصی را داشت از سوی دولت و همینطور وضعیت اقتصادی هم به گونه‌ای نیست که دولت بودجه خاصی را اختصاص بده، چون همون بودجه های قبلی هم عملا اختصاص پیدا نکرده. از سوی دیگه به هر حال در بسیاری از کشورها هم ممکنه که مردم خسته شده باشن و موضوع فاصله اجتماعی یا مهمانی نگرفتن یا بحث‌های دیگر جدی نگیرن، اما در ایران این موضوع یک حالت سیستماتیک هم داره و یک نوع بی‌اعتنایی یا لجبازی هم وجود داره. به طور مثال موضوع مراسم مشهد یا مراسم‌های مشابه نشون میده که دولت هیچ کنترلی هم نداره و هیچ قدرتی هم نداره که بخواد با موضوعات اینچنینی برخورد بکنه. احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. 4 قربانی حادثه واژگون شدن قایق پناهجویان ایرانی در کانال مانش اعضای یک خانواده سردشتی بودند. جستجو برای یافتن سرنشینان مفقود شده این قایق ادامه دارد. در ایران آمار رسمی قربانیان روزانه کرونا به 415 نفر رسید. رئیس مجلس هم گفته به این ویروس مبتلا شده. در ادامه این برنامه، شیوع کرونا در اردوگاه آوارگان جنگ سوریه. در ایران با توقف تولید یکی از بزرگترین کارخانه های تولید روغن، این کالا گران و کمیاب شده. شهروندان از 2 تا 3 برابر شدن قیمت انواع روغن خوراکی خبر میدن. گمرک ایران میگه دلیل این وضعیت دپوی 60,000 تن روغن خام به خاطر مشکل تخصیص عرضه. این در حالیه که دولت طی 7 ماه گذشته برای کنترل قیمت به واردات روغن و دانه‌های روغنی میلیون‌ها دلار ارز 4200 تومانی داده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. افزایش قیمت و کمبود یک ماده غذایی خاص رویداد تازه‌ای برای ایرانیان نیست. هر چند وقت یک بار کالایی گران و کمیاب می‌شود. کالایی که به تدریج یا از سبد خانوار حذف می‌شود یا جایش را به کالایی دیگر می‌دهد. این بار نوبت روغن است. روغن توی ایران چند وقتیه که خیلی گرونتر شده، مخصوصا روغن نباتی که اصلا پیدا نمیشه. لیست 60 تومن 70 تومن اونم به سختی. روغن جامدم که اصلا نیست. یه دونه میخواستم بگیرم 170,000 تومن به من قیمت دادن 5 کیلویی رو تا 190,000 تومن. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، قیمت گروه روغن‌ها و چربی‌ها تنها در مهر ماه امسال نسبت به ماه پیش از آن بیش از 16% و در مقایسه با مهر پارسال نزدیک به 35% افزایش داشته. قیمت روغن نه تنها بالا رفته که بسیاری از فروشگاه‌ها با کمبود این کالا فروش آن را برای مشتریان محدود کردند. مراجعه کردم به یه فروشگاه زنجیره‌ای برای خرید اقلامم. اگر 500,000 تومان شما خریدتون بود، بهتون یه دونه روغن سرخ کردنی 1.5 لیتری میدادن مایه. اگر بالای 1,000,000 خرید میکردین، 2 تا یا نهایت 3 تا بهتون میدادن. در اصفهان که ما ساکن هستیم، روغن آفتابگردون که نسبتاً روغن ارزون تریه نسبت به بقیه اصلا پیدا نمیشه. بعد از روغن آفتابگردون اولین روغنی که مردم میتونن بخرن تقریبا روغن ذرت هست که قیمتش تقریبا 2-3 برابر روغن آفتابگردونه یا حتی بیشتر. حالا وزارت صنعت سهمیه روغن میدهد. قرار است حدود 70,000 تن روغن بین فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اصناف و صنایع توزیع شود. خود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بازرسین سازمان‌های صنعت معدن تجارت به صورت ویژه طی هفته جاری روی این موضوع ورود خواهند کرد. طی روزهای گذشته اخباری هم درباره دپوی روغن خام و مواد اولیه تولید روغن در گمرک منتشر شد. مسئولان گمرک ایران این را دلیل تعطیلی کارخانه‌های تولید روغن عنوان می‌کنند. تولید روغن در ایران
بدون واردات مواد اولیه از خارج ممکن نیست. دولت هم به واردات دانه‌های روغنی و روغن خام ارز 4200 تومانی می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی در 7 ماه نخست امسال 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی داده شده که 5.5 میلیارد دلار آن برای ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم بوده. در این فهرست سهم روغن و دانه های روغنی چشمگیر است. یعنی وارد کنندگان مواد اولیه تولید روغن در ایران با دریافت این رانت ارزی قرار بوده به تولید این کالا در ایران کمک کنند و با عرضه بیشتر به بازار قیمت روغن برای مصرف کنندگان ایرانی پایین بیاید. اما حالا عکس این اتفاق افتاده. قیمت روغن در 7 ماه گذشته بالا رفته و این کالای مهم در سفره خوراک ایرانیان کمیاب شده. اتفاقی که برای دیگر کالاها مانند تخم مرغ و گوشت هم در گذشته افتاده. یکی از دلایل به وجود آمدن این شرایط موضوعی است که مسئولان دولتی کمتر به آن اشاره می‌کنند. وجود چند نرخ برای ارز که به نام مبارزه با تورم به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. سیاستی که افزایش قیمت مواد خوراکی نشان می‌دهد در عمل جلوی رشد تورم را نمی‌گیرد و باعث فساد هم می‌شود. دریافت کنندگان این رانت ارزی می توانند این کالاها را در بازار آزاد به قیمت آزاد بفروشند و سود نرخ چندگانه ارز را به جیب بزنند. این نخستین بار نیست که قیمت یک کالای اساسی بالا می رود و این نخستین بار نیست که ثابت می شود کنترل تورم از طریق رانت ارزی داروی مسکنی است که شاید در کوتاه مدت نتیجه بدهد، اما در دراز مدت نمی تواند از کاهش قدرت خرید شهروندان جلوگیری کند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. 6 روز مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه آخرین تلاش‌های خودشون رو برای پیروزی به کار گرفتن. دونالد ترامپ امروز هم به سفر به ایالت‌های کلیدی در این انتخابات ادامه داد. همزمان اعلام شده که تا به حال بیش از 70 میلیون نفر پیشاپیش به صورت پستی و حضوری رأی دادن. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ما هست. خشایار، از آخرین خبرهای این کارزار آقای ترامپ و بایدن بهمون بگو. ظاهرا تنور انتخابات خیلی گرم هست، اونطوری که معمولا میگن. تعداد رای دهندگانی که به صورت پستی یا حضوری رای دادن تا حالا از 71 میلیون نفر هم گذشته. میگن که تعدادی افرادی که حالا دارن رای میدن، از نیمی از کسانی که 4 سال پیش در انتخابات ریاست جمهوری رای میدن رای دادن بیشتر هست. دلیل این هیجان و اشتیاقی که نشان داده میشه 2 چیز هست. اولا اینکه امسال به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا، ایالت‌هایی که رأی‌گیری به صورت پستی را انجام می‌دادند تعدادشون افزایش پیدا کرد، با این هدف که مردم در روز انتخابات در محل‌های رأی‌گیری ازدحام نکنند. موضوع دیگر هم اهمیت این دوره از انتخابات هست و رقابت سنگینی که بین آقای ترامپ و آقای بایدن وجود داره و هیجان طرفداران دو نفر، و به همین علت هست که شاهد با اینکه رأی‌گیری زود هنگام هست، در جاهایی که رأی‌گیری حضوری داره انجام میشه تصاویری که دریافت شده از ایالت‌های مهم، ایالت‌های کلیدی، نشون میده که مردم ساعت‌ها گاهی در صف‌های بسیار طولانی ایستادن تا رأی خودشون رو به صندوق بندازن. در برای شمارش، آیا اینکه تعداد زیادی الان رأی دادن، بیش از 70 میلیون که سابقه نداشته این تعداد، چقدر کارو پیچیده‌تر می‌کنه یا راحت‌تر می‌کنه؟ نگرانی هایی مطرح شده. یک جاهایی مثل کارولینای شمالی عادت دارن به رأی‌گیری پستی، یک جاهایی مثل پنسیلوانیا بار اولش بوده. بنابراین و در بعضی از ایالت ها مثل پنسیلوانیا گفتن تا 3 روز بعد از انتخابات آرایی که دریافت بشه شمرده خواهند شد، ولی دیوان عالی، جمهوری خواهان پنسیلوانیا به دیوان عالی شکایتی فرستادن، خواهان این هستن که این قانون عوض بشه و شمارش آرا تا مربوط به آرایی باشه که تا روز انتخابات دریافت میشن. در ویسکانسین قبلا دیوان عالی گفته که رأی‌گیری شمارشش فقط تا روز انتخابات، رأی‌گیری فقط تا روز انتخابات خواهد بود. بنابراین سوالایی هست، اما نکته مهم اینجاست که سناریوهای مختلفی که مطرح میشه باید به این نکته هم اشاره کرد که ممکن هست در بعضی از ایالت‌های کلیدی مثل کارولینای شمالی که بسیار اهمیت دارند، شمارش در همون شب انتخابات یا فرداش تموم بشه و تا حد زیادی نتیجه انتخابات مشخص بشه. بنابراین سناریوهای مختلفی مطرح شده. دو طرف خودشون رو حتی دارن آماده میکنن برای دعواهای حقوقی که داره مطرح میشه. در خیلی از این ایالت‌ها
رای همه یا هیچ هست. یعنی کسی که بیشترین رای رو بیاره همه آرای الکترال اون ایالت رو به دست میاره. بنابراین اختلاف چند صد تا هم میتونه به معنای برد یا پیروزی باشه و دو طرف دارن خودشون رو آماده میکنن. دیروز آقای ترامپ در توییتر از افراد داوطلب خواسته بود که به کارزار او بپیوندن و به صورت داوطلبانه در محل رأی‌گیری حضور داشته باشند تا نظارت کنند بر سر این موضوع. ممنونم از خشایار خشایار جنیدی، همکارم از واشنگتن. انتشار کاریکاتوری در فرانسه از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روابط دو کشور رو بیش از پیش تیره کرده. قتل فجیع یک معلم فرانسوی که کاریکاتورهای منتشر شده از پیامبر اسلام رو به شاگردانش نشان داده بود و دفاع رئیس جمهوری فرانسه از آزادی بیان در پی این قتل واکنش‌های زیادی در کشورهای مسلمان داشت. در ترکیه آقای اردوغان همتای فرانسویش امانوئل مکرون رو بیمار روانی توصیف کرده بود. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. صفحه اول شماره جدید مجله طنز شارلی ابدو امروز در کیوسک‌های روزنامه فروش‌های پاریس. طوفان تازه‌ای در روابط فرانسه و ترکیه. این کاریکاتور رجب طیب اردوغان را مقام‌های ترکیه مشمئز کننده توصیف کردند و می‌گویند از راه‌های قانونی و دیپلماتیک علیه منتشر کنندگان آن اقدام خواهند کرد. آقای اردوغان امروز اینجا در مقابل اعضای حزبش در پارلمان گفت خودش این کاریکاتور را ندیده چون آن را اساساً غیر اخلاقی و زشت می‌داند. من چیزی ندارم به این بدبخت‌ها که این کاریکاتورها را کشیده‌اند بگم. کسانی که به عزیزترین عزیزان ما پیغمبر اسلام اهانت می‌کنند. آقای اردوغان از قتل فجیع یک معلم چیزی نگفت. کسی را که به نام اسلام روز روشن در کنار مدرسه‌اش در نزدیکی پاریس گردن زدند. به سبک داعشی‌ها. چون در کلاس درسش درباره آزادی بیان چند کاریکاتور مجله شارلی هبدو را از پیامبر اسلام به شاگردانش نشان داده بود. آقای اردوغان که رئیس جمهوری فرانسه را یک بیمار روانی خوانده از مردم در ترکیه خواسته که کالاهای فرانسوی را تحریم کنند. فرانسه‌ای که یکی از شرکای عمده تجارتی ترکیه است. سخنانی که به کاهش قابل ملاحظه ارزش لیره منجر شده است. در ایران هم تندروها از حمله به رئیس جمهوری فرانسه عقب نماندند. این صفحه های اول آنها دیروز و امروز. کاریکاتوری که در فرانسه عمدتاً به شوخی گرفته شده است. فشار تندروها حسن روحانی را هم وادار به واکنش کرده است. پیامبر اسلام به گردن تک تک اروپایی‌ها، به گردن همه اونهایی که در غرب و شرق زندگی می‌کنند، حق به گردن همه داره. اون معلم بشریت بوده. جای تعجب. تندروها در تهران حالا از شورای شهر خواستند در اعتراض به فرانسه نام خیابان نوفل و شاتو را تغییر بدهد. خیابانی که به اسم دهکده‌ای در نزدیکی پاریس نامگذاری شده که از آنجا آیت الله خمینی با استفاده از آزادی‌ها در فرانسه انقلاب اسلامی ایران را بیش از 40 سال پیش سازمان داد. در بعضی دیگر از نقاط دنیا هم گروه‌هایی از مسلمانان حرکت‌های اعتراضی داشتند. این در داکا در بنگلادش به آتش کشیدن عکس و آدمک رئیس جمهوری فرانسه، کشوری که در آن آزادی بیان همان آزادی مذهب است. کسرا ناجی، بی بی سی. اما اوضاع در ادلب سوریه روز به روز بحرانی تر میشه، جایی که از یک طرف آتش جنگ زبانه میکشه و از طرف دیگه شیوع کرونا نگرانی از وقوع یک فاجعه انسانی رو بیشتر کرده. نظام درمانی فرو ریخته و ویروس کرونا در اردوگاه‌های آوارگان به سرعت در حال گسترشه. این چیزی است که بسیاری از گروه‌های حقوق بشری هم در مورد اون نگران بودند و پیشتر هشدار داده بودند. برگردان گزارش رو ببینیم از دارن کانوی، خبرنگار اعزامی بی بی سی. جاده‌ای که به ادلب منتهی می‌شود برای خیلی‌ها یک مسیر پر از زجر و فلاکت است. اینجا یکی از آخرین مناطق سوریه است که حکومت بشار اسد هنوز از مخالفان پس نگرفته. میلیون‌ها سوری برای فرار از جنگ به این گوشه از شمال غربی سوریه پناه آوردند. اما آنهایی که اینجا زندگی می‌کنند با جنگی دیگر مواجه هستند. جنگ با کرونا.
دکتر خطورا رئیس دو بیمارستان بزرگ ادلب است. آزمایش کرونا اینجا بسیار کم است. وقتی ما آنجا بودیم روزانه حدود 400 تست انجام می شد. نتیجه نزدیک به 40% تست ها مثبت بود. بمب افکن، موشک، کرونا، خشم، فقر، هیچ کدوم فرقی ندارد. برای ما مفهوم همه اینها مرگه. زندگی اینجا کلن سخت است. تلاشیست برای بقا. توزیع رایگان غذا فوراً به یک صحنه هرج و مرج بدل می شود. اینجا از ماسک خبری نیست. در این شرایط تنها کاری که می توان کرد دست به دعا بردن است. ولی در این مسجد فاصله گذاری اجتماعی معنا ندارد. و اگر فکر می کنید زندگی در ادلب طاقت فرساست، پس هنوز اردوگاه های پناهندگی این منطقه را ندیدید. اینجا نزدیک به 1.5 میلیون نفر در فضای متراکم و آلوده زندگی می کنند. این اردوگاه ادناست و اونطور که قرائن نشان می دهد یک کانون مناسب برای شیوع کرونا. آمار نشان می دهد که عده معدودی اینجا کرونا گرفتند. یک دلیلش این است که تنها آنهایی که علائم کرونا داشتند حاضر شدند آزمایش بدهند. اینجا ابتلا به کرونا مثل یک برچسب ناخواسته است. زین کرونا دارد، از پدرش گرفته. مردم طوری با من رفتار میکنن که انگار کار بدی کردم. وقتی منو توی خیابون میبینن ازم فاصله میگیرن. چند روز قبل که رفتم خرید کنم مردم چنان از من دوری میکردن که انگار من خود ویروسم، انگار من قاتلم. برای همین است که خیلی مثل زین و پدرش ترجیح میدهند در سکوت زجر بکشند و به همین خاطر به شدت ناقل ویروس هستند. هیچ کس نمیداند اوضاع واقعا چقدر وخیم است. اینها مردمانی هستند که بیشترین زجر ممکن را کشیدند. تصورش سخت است، ولی اگر وضعیت شروع کرونا در این اردوگاه به بدی پیش بینی هاست، زندگی اینجا از این هم سخت‌تر می‌شود. دارن کانوی، بی بی سی نیوز، ادلب، سوریه. مثل همیشه میتونید تازه‌ترین خبرها رو در وبسایت ما ببینید. آدرس وبسایت ما هست bbcpersian.com. همین حالا هم اگر سری بزنید پربیننده‌ترین خبر ما خبری است در مورد 4 پناهجوی غرق شده ایرانی در کانال مانش که همگی از یک خانواده بودند، همگی اهل سردشت و از یک خانواده نوزاد 15 ماهه اونها هم هنوز ناپدید هست، در تلاش هستن که اون رو پیدا بکنن. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.